درودی به گستردگی دشت‌ها و کویرهای ایران زمین زیبا، درودی به تاریخ پر افتخار پارس، از جنس مهربانی به شما، به شما که از نسل کوروش و جمشیدی. این برنامه از سوی جشنواره نوروزی تیرگان به شما پیشکش می شود. دوستان و یاران عزیز، شمارش معکوس برای رسیدن به بهار و نوروز شروع شده. نوروزی که میراث فرهنگی و ملی ماست و نه فقط میراث فرهنگی و ملی ما هست، بلکه میراث جهانیه، چرا که یکی از قدیمی ترین و دیرینه ترین جشنها که هنوز با شکوه برگزار میشه نوروز ما هست. نوروزی که هممون منتظرشیم و داریم روزها رو برعکس و معکوس و وارونه میشموریم تا بهش برسیم. توی همه ی خونه ها یه شور و هیجان خاصی هستش. خانومای خونه در تدارک هفت سین هستن، در تدارک چیدن خان نوروزی هستن. به بهترین شکل این خان نوروزی رو آرایش کنن، چرا که این خان نوروزی و این هفت سین به مدت حدود دو هفته مهمان خونه های اونهاست و یه رنگ و لعاب و رنگ و بوی زیباتر و تراوت خاصی رو به خونه ها میاره. از این رو هر خانومی با سلیقه خودش میخواد زیباترین شکل ممکن رو برای هفت سین ارائه بده. اما آیا هفت سین ما آداب و آیین خاصی داره؟ آیا باید طبق سنت خاصی این هفت سین چیده بشه؟ و آیا این هفت سینی که ما انتخاب میکنیم درست انتخاب میکنیم؟ گفته میشه که این طبق گفته های بسیاری از بزرگان تاریخ ایران، گفته میشه که هفت سین یک ویژگی ها و مختصات خاصی داره، از جمله اینکه خب باید با سین شروع بشه، اینکه کاملا مشخص هست. دوم اینکه باید خوراکی باشه. پس سکه‌ای که ما روی سفره هفت سین میچینیم چون خوراکی نیست نمیتونه جزو هفت سین واقعی باشه. میتونیم ما اون رو به عنوان سمبول و نماد سرمایه و پول و ثروت در سفره هفت سینمون میذاریم، اما به واقع جزو اون هفت سین نیست. دومی که باید ریشه گیاهی داشته باشه. خب خیلی چیزایی که ما میذاریم و به عنوان یک سین تلقی میکنیم ریشه گیاهی نداره. سومی که باید یک واژه پارسی ناب باشه. پس سمبولی که ما سر میزا میچینیم میذاریم و رنگ و بوی بسیار قشنگی رو داره، زیبایی خاصی به هفت سین ما میده و عطر و بوش ما رو مست میکنه، هم جزوه هفت سین واقعی نیست، چرا که سمبول واژه پارسی نیست. و همینطور نباید این واژه این هفت سین از کلمات تلفیقی و ترکیبی درست شده باشه، باید یه واژه منفرد باشه. مثلا ما نمیتونیم سیاه دانه رو به عنوان یک هفت سین سر سفره و خانه نوروزیمون قرار بدیم، یا سیر ترشی و خیلی چیزای دیگه. پس اینجاست که همه خانواده های ایرانی به یک
نقطه مشترک رسیدن و اینکه هفت سین واقعی کدوم ها میتونه باشه. میتونیم برای تزیین سفرمون، برای زیباتر شدنش چیزای مختلفی رو بذاریم، اما یادمون باشه که اون هفت سین واقعی باید وجود داشته باشه. میتونیم ماهی بذاریم که خب نماد جنب و جوش و حرکت و زندگی هست، اما یادمون باشه که جزو هفت سینمون نیست، که اصلا سین نداره. خب این یک امر مشترک بین همه خانواده های ایرانی هست. اما یک موضوع دیگه هست و اون کلمه خود نوروز هست که هیچ اتفاق نظری در نوشتن واژه نوروز دیده نمیشه و در کشورهایی که انگلیسی زبان هست، ایرانی ها واژه نوروز رو به شکلهای متفاوت و مختلف می نویسن و هر کسی با آوای خودش و تشخیص خودش نوروز رو انتخاب میکنه، با الفبای لاتین و می نویسه. در حالی که دکتر احسان یارشاطر که بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا هستند و یک اسطوره در ادبیات و تاریخ کشورمون، کسی که تمام عمر پربار و پربرکتش رو برای سرافرازی ایران گذاشت، ایشون عقیدشون بر این هست و پیشنهادی رو داشتن که نوروز رو با الفبای لاتین به شکل خاصی بنویسیم. البته این انتخاب ایشون برگرفته از آواخوانی و شیوه خوانش و تلفظ ایرانی ها بود و پیشنهاد ایشون به صورت NOWRUZ هست. تکرار میکنم، NOWRUZ، که البته در یونسکو به همین شکل استفاده میشه و همینطور در متن‌های سیاسی هم با همین الفبای انگلیسی به کار میره. پس امید آن روزی هستیم که واژه انگلیسی نوروز هم یک شکل نگاشته بشه و نوشته بشه، چرا که من به عنوان یک ایرانی اگر بخوام به یک دوست غیر ایرانی ایران و برنامه نوروزی ایران رو و فرهنگ نوروزی رو بشناسم و اون رو با یک شکل حروف الفبا بنویسم براش و یه فرد دیگه ایرانی به همون شخص دوباره با یک اسپل دیگه، با یه اسپلینگ دیگه و با یک الفبای دیگری نوروز رو بنویسه، اون فرد چی فکر میکنه؟ فکر میکنه که ما وقتی توافق در نحوه نوشتن یک واژه اصیل ایرانی نداریم، چطور میتونیم به خود این جشن نوروزی که ادعا داریم هزاران ساله که برپاس اعتماد کنیم؟ پس بیایید برای سال آینده نشریاتمون تصمیم بگیرن که واژه نوروز رو به صورتی که زنده یاد و زنده نام دکتر احسان یارشاطر پیشنهاد داده و تقریبا ثبت شده و رسمی هست، به همون شکل بنویسیم، NOWRUZ. ولی خاطرمون باشه که چه این تفاوت وجود داشته باشه و چه به اشتراک ما این کلمه رو بذاریم، بهار خلاصه میاد و در نخستین روز بهار نوروز ما رو با خودش میاره، نوروزی که افتخار ما هست، نوروزی که برای ما باعث سربلندیه. درسته که به صورت رسمی و تقویمی اول بهار هست، اما طبیعت در تورنتو خیلی عقبتر هست و گاهی چند ماه طول میکشه که بهار رو به ما نشون بده. اما در هر حالی که باشه ما به پیشواز نوروز میریم. چگونه؟ با سازمان تیرگان و جشنواره نوروزی تیرگان.
جشنواره ای که سنت ها رو حفظ میکنه، دور از تمامی رقابت ها مشغول فعالیت هست. تاریخش 8، 9 و 10 مارچه. 8 افتتاحیه تیرگان هست، جشنواره نوروزی تیرگان هست که در محل ترانتو سنتر فور دی آرتس برگزار میشه، شماره 50-40 خیابان یانگ. و تقریبا میشه بگم که اندکی از بلیت ها باقی مونده، بیشتر بلیت ها خریداری شده و اگر شما تصمیم دارید که در این افتتاحیه شرکت کنید قدری بشتابید. به عبارتی بین ما خود ایرانی ها مرسوم هست که میگیم ما در دقیقه 90 تصمیم میگیریم، ولی من یک قدم جلوتر میرم و میگم ما در وقت اضافه تصمیممون رو میگیریم. امیدوارم به وقت اضافه نکشه و زودترین تصمیم رو بگیریم. یادمون هم باشه که افتتاحیه تیرگان وقتی که درهای سالن باز میشه و برنامه ها اجرا میشه، اگه شما دیر برسید شوربختانه نمیتونید وارد سالن بشید، باید منتظر بشید تا برنامه تموم بشه و بعد وارد سالن بشید. از این جهت خواهش من این هست که لطف کنید و به موقع تشریف بیارید. خب من باید در مورد برنامه افتتاحیه قدری بیشتر صحبت کنم. باید بگم که برنامه افتتاحیه غیر از برنامه متنوعی که داره، بانو فریبا داوودی یکی از اجرا کننده های این برنامه هستن که همشهری خودمون هستن و در شهر تورنتو زندگی میکنن و من یک مصاحبه بسیار مفصل خارج از چارچوب های عادی با ایشون داشتم، خارج از عرف مصاحبه ها مصاحبه و گفتگویی رو با ایشون انجام دادم که در مجله خردمند همین ماه پخش چاپ خواهد شد و از شما خواهش میکنم که برای شناختن بیشتر این هنرمند عزیزمون حتما مجله خردمند این ماه رو بگیرید بخونید تا با این هنرمند بیشتر آشنا بشید. در ضمن بانوی دیگری رو داریم، بانو سارا حمیدی که از پاریس برای اجرای برنامه به تورنتو تشریف میارن و سرپرستی ارکستر هم با جناب هومن خلعتبری هست. میریم و یک کلیپ کوتاه رو در مورد افتتاحیه تیرگان و جشنواره نوروزی تیرگان با هم به تماشا میشینیم. و اما بعد از 8 مارچ، روز بعد شنبه است و 9 مارچ درهای ساختمون با شکوه ترانتو سنتر فور دی آرتس در ساعت 10 باز میشه. این ساختمون واقعا زیباست و شایسته ایرانی های عزیزمون هستش. ورودیش رایگانه، شما چیزی رو پرداخت نمی کنید. از این جهت میتونید دعوت کنید از همه دوستان غیر ایرانیتون که با همدیگه برای دیدن برنامه های مختلف نوروزی به اونجا تشریف ببرید. سالن همایش های تورنتو که در باز هم میگم در خیابان 50-40 یانگ قرار گرفته و ورودی آزاد هست، رایگانه و شما بدون پرداخت مبلغی با تمامی دوستانتون میتونید به این سالن تشریف ببرید. من قول داده بودم که برنامه های رایگان و برنامه های کودکان رو در این جلسه برای شما بگم. اجازه بدید قبل از برنامه های کودکان بریم جدول برنامه های
جشنواره نوروزی تیرگان رو ببینیم. این جدول در مجله شهر ما چاپ شده و همه شما با مراجعه به این جدول میتونید بهترین انتخاب و گزینش خودتون رو داشته باشید. ضمناً یادتون باشه که اگر به نماینده از طرف چند نفر و یا چند تا برنامه 10 تا بلیت خریداری بفرمایید، از 10% تخفیف هم